به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم که هر کجایی که هستید حال دلتان خوب باشه. به مکتب هادی خوش آمدید. شاگردای عزیز، اگر سوالی دارید در رابطه با درسی که ما مطرح میکنیم، لطف کنید به شماره که اعلام میکنیم، یعنی شماره 2964-780-255-413 برای ما روان کنید تا ما پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم. خب شاگردان عزیز، در جلسه قبل ما با سرعت متوسط آشنا شدیم. خب سرعت متوسط فرمولش چی بود؟ میشه دلتای دی بر دلتای تی. دلتای دی تغییر موقعیت نشان میداد که میشد دی دو منفی دی یک. دی دو موقعیت نهایی بود، دی یک موقعیت اولیه، تقسیم بر دلتای تی. دلتای تی هم که تغییر زمان بود دیگه، میشد تی دو منفی تی یک. تی دو زمان نهایی و تی یک هم زمان اولیه ما بود. اما در این جلسه، یعنی جلسه پنجم، قصد داریم یک کمیت را یاد بگیریم به نام شتاب یا تعجیل و نحوه محاسبه از این را یاد بگیریم. مثال هایی را در یک قسمت با هم دیگه حل میکنیم تا شما برای کمیت تسلط کامل پیدا کنید. پس با ما در این جلسه همراه باشید. خب شاگردای عزیز، تعریف شتاب یا تعجیل چی میتونه باشه؟ ما میگیم که به تغییرات سرعت در واحد زمان میگیم شتاب یا تعجیل. شاید بارها شنیده باشین که من این جمله را میگن که 0 تا 100 یک متر 6 ثانیه. یعنی چی 0 تا 100 6 ثانیه؟ یعنی که موتر میتونه در 6 ثانیه از سرعت 0 به سرعت 100 برسه. صحیحه؟ پس این میشه مفهوم شتاب یا تعجیل. حالا این شتاب چه قسمی محاسبه کنیم؟ فرمولش به چه صورته؟ ما این را روی تخت سیاه برای شما می‌نویسیم، شما ببینید که فرمول به چه صورته. پس به تخت سیاه نگاه کنید. طبق تعریفی که کردیم میگیم که شتاب یا تعجیل میشه تغییر سرعت در واحد زمان. ما شتاب با حرف A نمایش میدیم. صحیحه؟ میگیم که میشه تغییرات سرعت. تغییرات همیشه با دلتا نمایش میدیم. تغییرات سرعت که میشه دلتای وی بر تغییر زمان میشه دلتای تی. صحیحه؟ که دلتای وی شامل وی دو منفی وی یک، یعنی سرعت جسم در لحظه پایانی، و وی یک هم سرعت جسم در لحظه شروع. دلتای تی هم میشه تی دو منفی تی یک دیگه. صحیحه؟ این میشه فرمول محاسبه شتاب. اما چند تا نکته رو بگیم. اولین نکته اینه که چون سرعت یک کمیت وکتوری است، ما یاد گرفتیم دیگه، یعنی سرعت دارای جهت دیگه، پس شتاب هم یک کمیت وکتوریه. این اولین نکته. نکته دومی که باید بدانیم اینه که واحد شتاب چی میشه. خب این واحد شتاب یا واحد هر کمیت دیگر ما میتونیم از فرمولش استخراج کنیم دیگه. دلتای وی که سرعت نمایش میداد، خب واحد سرعت چی بود؟ متر بر ثانیه بود. این جلسه قبل یاد گرفتیم. واحد زمان چیه؟ واحد زمان هم ثانیه دیگه. شما اگه ضرب اگه انجام بدین یا یه تقسیم انجام بدین،
این برابر با متر بر مربع ثانیه میشه. پس واحد شتاب شاگردای عزیز متر بر مربع ثانیه هستن. این شد فرمول محاسبه شتاب. با هم دیگه چند تا مثال در زمینه ببینیم، حل کنیم تا شما با مفهوم شتاب بیشتر آشنا شوید. خب سوال با هم دیگه میخوانیم. گفتم متحرکی روی محور X حرکت میکنه، اگر سرعت متحرک در لحظه T یک مساوی با 3 ثانیه برابر 4 متر بر ثانیه و در لحظه T 2 مساوی با 7 ثانیه برابر 12 متر بر ثانیه باشد، شتاب متحرک را دریافت کنید. خب این سوال با هم دیگه روی تخته سیاه حل کنیم تا شما با محاسبه شتاب آشنا شوید. اول اطلاعات مسئله رو می‌نویسیم. متحرک روی محور X حرکت میکنه، سرعت متحرک در لحظه T1، پس زمانت به ما داده T1 مساوی با 3 ثانیه برابر 4 متر بر ثانیه. چی برابر 4 متر بر ثانیه؟ سرعت متحرک دیگه. پس V1 برابر با 4 متر بر ثانیه. در لحظه T2 مساوی با 7 ثانیه، T2 رو می‌نویسیم مساوی با 7 ثانیه، سرعت متحرک شده 12 متر بر ثانیه، پس V2 برابر با 12 متر بر ثانیه. این اطلاعات مسئله ایه. چی از ما خواسته؟ شتاب خواسته. شتاب مجهول مسئله ما هسته. خب فرمول می نویسیم. فرمول به این صورت بود، شتاب مساوی میشه با، شما بگین، دلتای V آفرین بر دلتای T. دلتای V برابر با V2 منفی V1 بود، دلتای تی هم برابر با تی دو منفی تی یک بود، پس تی دو منفی تی یک مساوی میشه با وی دو رو داریم، 12 متر منفی وی یک ما برابر با 4 متره، این هم مینویسیم. تی دو رو داریم 7 ثانیه، تی یک هم که میبینین برابر با 3 ثانیه است. 12 منفی 4 میشه 8، 7 منفی 3 برابر با 4 میشه 8 بر 4 تقسیم میکنیم میشه 2. 2 چی؟ واحدش هم با بنویسیم دیگه، واحدش ننویسین اصلا معنا نداره. واحد شتاب چی بود؟ متر بر مربع ثانیه دیگه. پس میشه شتاب ما 2 متر بر مربع ثانیه دیگه. صحیح شد؟ مثال بعدی رو ببینیم. این سوال سوال کانکور هم بوده. میبینید که خیلی از سوالات کانکور سوالات راحتی هم هست، میتونیم با همین مفاهیمی که در این صنف ها یاد گرفتیم این سوالات حل کنیم. سوال ببینید، گفته با استفاده از دیتای زیل قیمت تی یک را دریافت کنید. شتاب به ما داده 6 متر بر مربع ثانیه، دلتای وی را داده 3 متر بر ثانیه و تی دو را به ما داده 8 ثانیه. چی خواسته؟ تی یک را از ما خواسته. این اطلاعات روی تخته بنویسیم. شتاب به ما داده A 6 متر بر مربع ثانیه، دلتای وی تغییرات سرعت هم خودش داده دیگه، به ما گفته 3 متر بر ثانیه، تی دوره یعنی زمان نهایی رو به ما داده 8 ثانیه، تی یک از ما خواسته. مجهول ما تی یک. شاگردای عزیز لازم نیه که همیشه مجهول شتاب بشه. شما در مسئله فکر کنید که فقط شتاب از شما میخواد. هر کدام از اینا میتونه مجهول باشه. اینجا تی یک برای ما مجهوله. خب کاری که میکنیم فرمول مینویسیم. فرمول چی بود؟ شتاب مساوی بود با دلتای وی بعد دلتای تی. دلتای وی میشد وی دو منفی وی یک و دلتای تی هم میشد تی دو منفی تی یک. خب اطلاعات جایگذاری میکنیم. شتاب به ما داده 6 متر بر مربع ثانیه، دلتای وی را خودش داده دیگه، یعنی لازم نیه ما وی دو منفی وی یک کنیم، خودش داده سی. مخرج کسی ما تی دویه، تی دو را به ما داده 8 ثانیه، مینویسیم 8 ثانیه منفی تی یک، تی یک به ما نداده. سایسته؟ خب این سوال چه قسمی حل کنیم؟ شما یک طرف این وسطین انجام بدین که در ریاضی یاد گرفتین به این صورت میشه، میگیم که
سی مساوی میشه با 6 در 8 منفی تی 1. صحیحه؟ یک اختصار اینجا انجام بدیم. 6 به 6 1، 3 به 6 اگه تقسیم کنید برابر با 5 میشه دیگه. صحیحه؟ پس به این صورت میشه 5 مساوی میشه با 8 منفی تی 1 دیگه. خب از این رابطه تی 1 شما راحت میتونید دریافت کنید. تی 1 این سمت تساوی میاریم تا علامتش مثبت شه. 5 با اون سمت میبریم منفی میشه، میشه 8 منفی 5 که برابر با 3 میشه. پس تی 1 برابر بشد با 3 ثانیه. یه مسئله سوال بسیار سوال راحتی بود که در کنکور یکی دو باری سوال مطرح شده بود. سوال بعد ببینیم. گفته که اگر سرعت متحرک در لحظه تی 1 مساوی با 2 ثانیه برابر با 10 متر بر ثانیه باشد، سرعت متحرک در لحظه تی 2 مساوی با 5 ثانیه چقدر است، در حالی که شتاب متحرک هم 4 متر بر مربع ثانیه است؟ خب در این سوال هم چی از ما خواسته؟ سرعت متحرک خواسته. مجهول ما فرق میکنه. این سوال هم با هم دیگه حل کنیم. به تخت سیاه نگاه کنید. خب اطلاعات مسئله رو می‌نویسیم. اگر سرعت متحرک در لحظه تی 1 مساوی با 2 ثانیه، صحیحه؟ سرعت 10 متر باشه، یعنی وی 1 برابر با 10 متر بر ثانیه باشه. سرعت متحرک در لحظه تی 2 مساوی با 5 ثانیه چقدر است؟ یعنی سرعت از ما خواسته وی 2 مجهوله، در حالی که تی 2 هم به ما داده 5 ثانیه. و در ادامه سوال هم گفته شتابم 4 متر بر مربع ثانیه. شتابم به ما داده 4 متر بر مربع ثانیه. صحیحه؟ خب باز هم اینجا شما فرمول بنویسین. همیشه فرمول بنویسین. گیج نشین در سوال. میگیم که شتاب مساوی میشه با وی 2 منفی وی 1 اختصار کردیم بر تی 2 منفی تی 1 دیگه. شتاب به ما داده، شتاب چقدره؟ 4 متر. پس 4 متر میذاریم، 4 متر بر مربع ثانیه. وی 2 مجهوله، صحیحه؟ وی 2 رو به عنوان مجهول قرار میدیم. وی 1 هم که 10 متره در هم قرار میدیم. تقسیم بر تی 2 منفی تی 1، تی 2 5 ثانیه، تی 1 هم که 2 ثانیه. خب اگر شما اختصار انجام بدین 5 منفی 2 که برابر با 3 میشه، صحیحه؟ 3 ضرب در 4 کنید برابر با 12 میشه. این سمت تساوی هم وی 2 منفی 10 میشه. خب وی 2 رو همین سمت تساوی نگه دارین، منفی 10 رو به این سمت مساوات میاریم. خب وی 2 مساوی میشه با منفی 10 رو به این سمت بیاورید میشه 12 جمع 10 که برابر با 22 متر بر ثانیه میشه. این شد از جواب این سوال ما. پس در این سوال چی مجهول بود؟ وی 2 مجهول بود. شاید عزیز هر کدام از اینا میتونه مجهول باشه دیگه. شما کافیه فرمول بنویسین، جایگذاری ها را انجام بدین و طبق جایگذاری سوال خودتان حل کنید. یک سوال دیگر هم با هم ببینیم. میخوام که شما تسلط کامل پیدا کنید بر حل سوالاتی که در قسمت شتاب می آید. سرعت یک موتر در 20 ثانیه از 10 متر بر ثانیه به 18 متر بر ثانیه می رسه. قسمت الف سوال گفته شتاب موتر را در این مدت دریافت کنید. شتاب از ما خواسته. قسمت ب سوال چی گفته؟ گفته اگر سرعت موتر با همین شتاب تغییر کند، یعنی شتابش تغییر نمی کنه دیگه، همون شتاب قبلی رو داره، پس از چی مدت سرعت آن از 18 متر بر ثانیه به 30 متر بر ثانیه میرسد؟ پس سوال ما دو قسمتیه. اول بریم قسمت الف حل کنیم تا از اطلاعات قسمت الف برای قسمت ب هم استفاده کنیم. یادتون باشه سوالاتی که بیشتر به صورت دو قسمتی میآید به قسمیه که ما برای قسمت ب باید از اطلاعات قسمت الف استفاده کنیم. پس اول باید الف حل کنیم. به تخت سیاه نگاه کنید. اطلاعات مسئله را با هم دیگه یادداشت کنیم. سرعت یک متر در 20 ثانیه، یعنی زمان به ما داده 20 ثانیه، از 10 متر به 18 متر میرسه، یعنی وی 1 برابر با 10 متر بر ثانیه.
وی دو هم برابر با 18 متر بر ثانیه. حواستان باشه این 20 ثانیه ای که به ما داده، چون گفته سرعت یک موتر در 20 ثانیه از 10 به 18 میرسه، این 20 ثانیه همان دلتای تیه. صحیح شد؟ یعنی از 0 تا 20 در نظر گرفته دیگه. خب اول گفته شتاب پیدا کنید. قسمت الف سوال. خب این سوال با هم حل میکنیم. قسمت الفه میگیم فرمول مینویسیم، شتاب مساوی با دلتای وی بر دلتای تی. دیگه نمینویسم دلتای وی چی بود؟ وی دو منفی وی یک. وی دو 18 یه، وی یک هم که 10 پس میشه 18 منفی 10. دلتای تی هم که به ما داده 20 ثانیه. خب 18 منفی 10 8 میشه. 8 بر 20 اگه شما تقسیم کنید، 8 به 4 برابر با 2 میشه، 20 به 4 برابر با 5 میشه که شما اگه 2 بر 5 تقسیم کنید برابر با 0.4 متر بر مربع ثانیه میشه. یه قسمت الف سوال شد. قسمت ب سوال چی گفته؟ گفته اگر سرعت موتر با همین شتاب تغییر کند، یعنی شتاب همیه 0.4، خب با همین شتاب تغییر میکنه، پس از چی مدت، یعنی زمان از ما خواسته، سرعت از 18 متر به 30 متر میرسه دیگه. خب چی کار میکنیم برای حل سوال؟ باز هم فرمول مینویسیم. میگیم که قسمت ب سواله، قسمت ب. خب میگیم که فرمول به صورت A مساوی با دلتای V بر دلتای T. گفته شتاب تغییر نمی کنه دیگه، همین 0.4. دلتای V از 18 متر به 30 متر میرسه، پس 30 منفی 18، 30 منفی 18 دیگه. صحیحه؟ چی خواسته؟ پس از چه مدت سرعت اینقدر تغییر میکنه؟ یعنی دلتای تیر از ما خواسته. خب یکی دیگه سوال راحت شد دیگه. 30 منفی 18 شما انجام بدین برابر با چند میشه؟ برابر با 12 میشه دیگه. صحیحه؟ این برابر با 12 میشه. خب دلتای تی از این رابطه برابر میشه با 12 تقسیم بر 0.4 دیگه. خب این تقسیم شما انجام بدین برابر با چند میشه؟ 0.4. اگه شما به صورت بیارین برابر با 120 میشه. 120 تقسیم بر 4 هم که برابر با 30 میشه. پس دلتای تی برابر با 30 ثانیه شد. یه هم از حل این سوال بود. اما یک سوال برای شما در نظر گرفتیم به عنوان کار خانگی. این سوال هم سوال کانکور بوده. چی سوال راحتی؟ گفته با استفاده از دیتا شتاب متوسط را دریافت کنید. خب دیتایی که به ما داده چیه؟ V2 یعنی سرعت نهایی را داده 40 متر بر ثانیه، V1 سرعت اولیه را داده 14 متر بر ثانیه، T2 را داده 5 ثانیه و T1 هم برابر با 3 ثانیه. تمام اطلاعات به شما داده، فقط شما در فرمول جایگذاری کنید و شتاب متوسط دریافت کنید و جواب سوال خودتانه و شماره 2964-780-255-413 برای ما روان کنید تا ما جواب سوالات شما را بررسی کنیم. خب شاید عزیز، درس امروز ما هم خلاص شد. ما در رابطه با شتاب یا تعجیل صحبت کردیم دیگه. تعریفش چی بود؟ تغییرات سرعت در واحد زمان بود که فرمولش گفتیم و نحوه محاسبه و همچنین واحد اندازه گیریش هم که متر بر مربع ثانیه بود خدمت شما عزیزان بیان کردیم. خب فصل اول ما با موضوع حرکت یک بعدی به اتمام رسید. تا جلسه بعد و یک فصل تازه، همه شما عزیزان به الله پاک میسپارم. موفق، پیروز و سربلند باشید.